سری جدید گوشی‌های LG مثل LG V10 جایگزین سری فلکس شدند تا LG هم بتواند ادعا کند که گوشی‌های ضد ضربه، ضد آب و به قول معروف همه فن حریفی دارد. برای ما جالب بود که بدانیم این گوشی چقدر در برابر ضربه، شوک حرارتی، گرما، آب، بخار، خاک و ارتفاع مقاومت دارد. تصمیم گرفتیم در دیجی کالا آزمون‌هایی را روی این گوشی انجام دهیم. اگر از عاشقان LG V10 هستید پیشنهاد میکنیم که این ویدیو رو نبینید، یا اگر میبینید زیاد دقت نکنید که چه بلاهایی سر این گوشی خوش ساخت و مقاوم LG میآورید. شاید از آن دست افراد باشید که هنگام کار گوشی از دستتان رها میشود یا حتی با شدت به زمین میخورد. اگر میخواهید با V10 خیالی راحت داشته باشید این ویدیو را ببینید. آزمون اول، آزمون بخار آب. قصد از انجام این آزمون سنجش مقاومت گوشی در برابر بخار آب است. گوشی را در محفظه شیشه‌ای قرار می دهیم به صورتی که بخار آب داغ از زیر وارد محفظه می شود. نمایشگر گوشی روشن است تا هر لحظه که احساس شد مشکلی برای گوشی به وجود آمده از آن باخبر شویم. در 10 دقیقه که این عملیات را انجام دادیم هیچ مشکلی برای گوشی به وجود نیامد. آزمون دوم، آزمون مقاومت در مقابل نمک. در این آزمون سعی داریم مقاومت V10 در مقابل نمک و سنگ نمک را بسنجیم. برای این منظور از دستگاهی استفاده می‌کنیم که V10 را درون محفظه شیشه مورد بحثمان همراه با سنگ نمک بچرخاند. مقدار زیادی سنگ نمک سخت به همراه V10 را به مدت 10 دقیقه با استفاده از این دستگاه میچرخانیم تا مقاومت این گوشی را در مقابل سنگ نمک بسنجیم. بعد از 10 دقیقه گوشی را که از درون محفظه خارج کردیم متوجه هیچ ایرادی در آن نشدیم. تنها مقداری نمک از درز قاب پشتی وارد آن شده که به نظر نمی رسد روی عملکرد آن تأثیری داشته باشد. پس این آزمون هم بدون به وجود آمدن مشکلی برای V10 به پایان رسید. آزمون سوم، آزمون مقاومت در برابر خاک، سنگ سخت و سیمان. این بار هم مثل آزمون قبلی عمل می کنیم، اما خبری از نمک نیست و به جای آن از سنگ سخت، سیمان و خاک استفاده می کنیم. با همان دستگاه گرداننده به مدت 10 دقیقه. نتیجه مشابه حاصل می شود و به جز ورود کمی خاک از درز مورد خاصی مشاهده نمی شود. البته بهتر است این نکته را مد نظر قرار دهید که صفحه نمایش این گوشی بعد از این آزمون خط و خش‌های ریزی برداشت. آزمون چهارم، آزمون مقاومت در برابر نور خورشید. گوشی را در شرایط معمولی به مدت 45 دقیقه زیر نور مستقیم خورشید قرار دادیم. شاید این آزمون آنطور که باید و شاید روی این گوشی تأثیر نداشت، اما حتی قاب لاستیکی پشت گوشی و نمایشگر گرم هم نشدند و گوشی از این آزمون هم جان سالم به در برد. آزمون پنجم، آزمون رطوبت شدید، مقاومت در برابر آب. از این آزمون به بعد سعی می‌کنیم شرایط را برای V10 کمی سخت‌تر کنیم. با آزمون‌های پیش رو توجه بیشتری داشته باشید. در این آزمون مقاومت V10 را در برابر شرایط رطوبت شدید می‌سنجیم و شرایطی شبیه به باران را برایش به وجود می‌آوریم. هدف از این تست فقط مقاومت در برابر آب نیست، بلکه می‌خواهیم بدانیم آب می‌تواند تا چه مقدار به V10 نفوذ کند. آب را در مراحل مختلف و هنگامی که گوشی روشن است روی آن اسپری می‌کنیم. بعد از اتمام آزمون هیچ مشکلی برای گوشی به وجود نیامد. اما این پایان کار نیست. حالا باید ببینیم که آب تا چه مقدار به درون گوشی نفوذ کرده است. برای آزمودن این مورد گوشی را در همان شرایط به مدت 12 ساعت روشن رها می‌کنیم. نتیجه زیاد جالب نیست و صفحه لمسی گوشی به کلی از کار افتاده است، اما نمایشگر و سایر قسمت‌ها به خوبی کار می‌کنند.
نمایشگر ویتن در این آزمون ناامید کننده بود و آب بسیار زیاد به درون آن نفوذ کرده بود که این مشکل را به وجود آورد. آزمون ششم، آزمون شرایط سخت، آتش، شوک حرارتی. آیا ویتن می تواند در برابر شعله های سرکش آتش دوام بیاورد؟ زیر تور فلزی را از دستمال کاغذی هایی که با الکل خیس شده بودند پر کردیم. سعی کردیم تا شرایط کاملا سخت باشد. تا حدی که شعله های آتش توری فلزی را سرخ کردند. ویتن میان شعله های آتش قرار دارد. در این حالت ویتن تماس مستقیم با آتشی دارد که شاید حدود 500 درجه سانتیگراد حرارت داشته باشد. خوب تماشا کنید. چند دقیقه بعد از اتمام آزمون هم گوشی آنقدر داغ است که نمیتوان آن را در دست گرفت. در این آزمون هم ویتن سربلند نبود. قاب پلاستیکی در لبه پایینی به کلی سوخت و نابود شد. اما جالب اینجاست که لاستیک پشتی گوشی اصلا آسیب ندید و این نشان میدهد ادعای LG در مورد مقاومت این قاب در مقابل شوک حرارتی صحیح بوده است. آزمون پایانی، آزمون سقوط از ارتفاع. در این آزمون مقاومت گوشی در برابر سقوط در شرایط کاملا یکسان از فاصله های 1 و 2 متری با دو حالت نمایشگر و قاب پشتی به سمت زمین و روی زمینی که سیمان سخت پوشیده شده را می سنجیم. از ارتفاع 1 متری و هنگامی که گوشی با قاب پشتی سقوط می کند هیچ اتفاقی برای گوشی رخ نمی دهد. اما هنگامی که از همین ارتفاع و با نمایشگر به سمت سیمان برخورد می کند، نمایشگر در قسمت پایین ترکی جزئی می خورد. در تست ارتفاع 2 متری، هنگامی که گوشی با پشت رها می شود، متاسفانه با چرخشی با نمایشگر به زمین می خورد که باعث می شود نمایشگر بیشتر بشکند. اما همچنان در نمایش تصویر مشکلی مشاهده نمی شود. در تست پایانی گوشی را از ارتفاع 2 متری و در حالی که نمایشگر روی زمین است رها می کنیم. در این شرایط نمایشگر کاملا خرد می شود. اما قطعه از آن جدا نمی شود. در عوض نمایشگر گوشی در بعضی از قسمت ها دچار نقص شده و نمی تواند پیکسل ها را روشن کند. جمع‌بندی. اگرچه LG V10 توانست از اکثر آزمون ها سربلند بیرون آید، اما تست آب، آتش و پرتاب توانستند تا حدودی به این پرچمدار سرسخت آسیب رسانند. در کل به نظر می رسد ویتن بتواند نیازهای روزمره و عادی افرادی که در شرایط دشوار کار می کنند را برطرف کند و انتخاب مناسبی برای آنها باشد.